Of course, we cannot compare ourselves with them. But if you look at Imam Hussein alayhi salatu wa salam, about guidance, he gave everything, right? Even he gave his own nafs for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. About patience and sabr, subhanallah, he gave 4 sacrifices, shaheed, his brothers, 2 of his sons, right? His son-in-law, the son of Muslim, right? And 9 cousins, total more than 18. Look at his patience. And about the yaqeen, subhanallah, what was his final word before his shahada and murdirida? Bismillah wa billah wa ala millati rasulillah ilahi rizan bi rizak. I don't choose anything, I don't ask anything, I don't make any dua. Your will is preference for me. Your will is my will. Arz kardim ke زیارت وارث که اختصاص دارد به حضرت امام حسین علیه السلام و هیچ کدوم از ائمه علیه السلام، هیچ کدوم از اولیاء خدا این را ندارند، در ابتدای زیارت شما اینگونه نسبت به حضرت امام حسین علیه السلام زیارت نامه را شروع می کنید: السلام علی وارث آدم صفوت الله، سلام بر تو ای حسین ای وارث آدم، سلام بر تو ای حسین ای وارث حضرت ابراهیم خلیل الله، سلام بر تو ای حسین ای وارث موسی کلیم الله، سلام بر تو ای حسین ای وارث عیسی روح الله، سلام بر تو ای حسین ای وارث محمد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خاتم الانبیا. و بعد شروع میکنید نسبت به سایر بزرگان و شهدا. چطور هست که حضرت امام حسین علیه السلام در بین همه اولیاء خدا در طول تاریخ بشریت و در بین زندگی ائمه اطهار علیهم السلام این بزرگوار همه انگشت نما کرده اند که ایشان است وارث انبیاء خدا؟ گفتیم پیغمبر خدا میفهمند که ارث ما ارث متاع مادی نیست. اگر دنبال ارث ما میگردید، ارث ما معنوی هست. چه ارثی دارد، چه میراثی گرفته از امام حسین علیه السلام از حضرت آدم، چه ارثی برده از امام حسین علیه السلام از حضرت ابراهیم، چه ارثی برده از حضرت امام حسین علیه السلام از حضرت موسی و عیسی علیه السلام. خدای مهربان این انبیاء خودش رو در قرآن اینگونه معرفی میکند، میفرماید که سوره مبارکه سجده آیه 24 و جعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا. 1 اینها هدایتگر هستند. پس هر کس هدایت اولویت زندگیش هست، هدایت کردن اون وارث انبیاء است. 2 لما صبروا، این انبیاء صبرشون خیلی زیاد هست در راه حق. 3 و کانو به آیاتنا یوقنون، اینها یقین دارند. خواهران و برادران بزرگوار، جمله‌ای که امام حسین علیه السلام فرمودند بی‌نظیر هست بین ائمه. حضرت می‌فرمان ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی. اگر دین پیغمبر جز با شهادت من زنده نمی‌ماند، ای شمشیرها بیایید جان من حسین رو در بر بگیرید. حضرت در وصیت نامه خودشون به وضوح میفرمایند انی لا اريد اشرا ولا بطرا ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و ابی. من قیام نکرده ام به خاطر مقامی ریاستی، نه، من قیام کردم به جهت اصلاح، به جهت هدایت. یعنی اگر یکی از خواص انبیاء خدا هدایت هست، امام حسین علیه السلام این هدایت رو به شکل احسن انجام دادند. اینگونه که امام حسین علیه السلام هدایت رو در تاریخ بشریت
سنگش رو محکم زدن، هیچ کدوم از انبیا نتونستن اونقدر مایه بذارن. در روز عاشورا در یک روز چه دید امام حسین علیه السلام؟ هر چه داشتن در این راه قربانی دادند. قربانی که امام حسین علیه السلام در مسیر هدایت دادن، هیچ کدوم از انبیاء خدا هم ندادن به اندازه امام حسین. این هست که شما در زیارت وارث ایشون رو وارث انبیاء میگویید. و چه وارث شایسته‌ای، چه وارثی که همه مورسین به او افتخار میکنند، چه وارثی که این ارث رو، این نعمت هدایت رو، این خدمت رو از همه مبرسین به شکل احسن به تمام وجود و هست و نیست خودش به جا آورد. و هر سال شما ها شاهد هستید که نور هدایت ابا عبدالله حسین علیه السلام چقدر زندگی های مردم رو عوض می کند. نه تنها جامعه شیعه، نه تنها مسلمین، مؤمنین، همه رو، زندگی بشر رو دگرگون میکنه. میبینید یک ملت عظیم، صدها میلیون انسان نجات پیدا میکنند از زیر استعمار در هندوستان، و بعد رهبرشون میگوید که من از مکتب سرخ ابو عبدالله حسین علیه السلام یاد گرفتم، گاندی مسلمان هم نیست. نعمت هدایت. دوم نکته ای که ابا عبدالله حسین علیه السلام ارث انبیاء رو به نحو احسن و بهتر از همه انبیاء اجرا کردن، لما صبر، صبری که ابا عبدالله حسین علیه السلام داشتن هیچ کس نداشت، بی نظیر بود. امتحانی که ایشون شدن تک بود. حضرت یعقوب و پیغمبر هستن، نبی مرسل خداوند هستن، این بزرگوار آیینی داشتن حضرت یعقوب علیه السلام. یک وقتی به دیدن عابدی رفتن، عابد رو کرد به حضرت یعقوب علیه السلام نگاه میکرد، گفت حضرت چه به تعبیر حالا امروزی ها چه شکستیم، چرا اینجوری مثلا پیر شده، چی شده؟ حضرت یعقوب علیه السلام هم رفیقش دیگه عابد هست، سفره دلش رو باز کرد، شروع کرد گفتم رنج ها کشیدم که نپرس، درد عشقی کشیدم که نپرس، خلاصه گفتند و جبریل نازل شد. یعقوب حالا میری شکوت رو به بنده ما میکنی، از ما شکایت به بنده میبری؟ فوراً حضرت یعقوب توبه کرد، ربی لا اعود ابدا، خدایا من رو ببخش، من تا زنده باشم دیگه تکرار نمی کنم. خوب انسان همیشه این هنر و عظمت و بزرگواری عذرخواهی کردن رو داشته باشد. این خیلی نعمت بزرگیه. انسان همیشه معذرت خواهی بکنه، نه تنها از خداوند بلکه از بندگان خدا. یه چیزی میشه هر جا، خانواده، دوستان، هی انسان معذرت خواهی بکنه. ابلیس معذرت خواهی نکرد، نه فرق ابلیس هم که میدونید دیگه، بزرگ فرشتگان بود. ابلیس معذرت خواهی نکرد. وقتی به ابلیس گفتن که چرا سجده نکردی، چی گفت؟ رب به ما اغویتنی، خدایا تو خودت اینجوری قسمت کردی دیگه، تو من رو گمراه کردی. به جایی که مثل حضرت یعقوب بگه ربی لا اعود و ابدا، خدای دیگه تکرار نمی کنم، منو ببخش، میگه خدای تو گمراهم کردی. و چی هم گفت؟ لاغوینهم، بگید اجمعین، منم حالا دیگه تا قیامت همه اینها رو گمراه میکنم. شما میدونید که شیطان بالاخره مسلمان هست، از چه جهت؟ از این جهت که میگه رب، توحید رو قبول دارد، خدا رو قبول دارد، رب به ما اغویتنی، و بعد قیامت رو هم قبول دارد، یعنی اصول رو همه رو قبول داره، معاد رو قبول داره، میگه که لاغوینهم اجمعین، اینا رو گمراه میکنم تا روز قیامت. ولی خب عملش درست نیست دیگه. انسان باید خیلی دقت بکنه عزیزان. سبحان الله.
او زمانی که یوسف رو گرفتن از همین حضرت یعقوب، توبه توبه نصوح باشه خوبه ها که انسان دیگه تکرار نکنه. وقتی گرفتن برادرها یوسف رو گم کردن از حضرت یعقوب، ایشون دیگه حواسش جمع بود، از اون اشتباهی که با عابد کرد دیگه اینجا تکرار نکرد. چی گفت؟ انما اشکو بثی و حسنی بگید الالله، من فقط شکایت خودم رو پیش خدا میبرم، دیگه من به هیچ کس چیزی نمیگم، دهانم بسته. این خیلی خوبه ها. امام صادق علیه السلام میفرمایند که سفره دلت رو برای هر کس باز کن. چیکاری از دستش برمیاد؟ او هم مثل تو بنده هست، محدود هست، شاید هم گرفتار تر از تو باشه. حرفی داره، برو در رو ببند، سرتو بذار رو خاک رو سجده، هر چه درد دل داری بگو، با خدای خودت بگو. توی جوشن کبیر چی میخونی؟ یا سامعش شکایا، ای خدایی که تو شنونده شکایت ها هستی، و این شنونده شکایت شنونده ای هست که هر چی به شکایت بکنی ها نتیجه مثبت داره. خدایا چنین شدم، خدایا چنان شدم، خدایا این مشکل رو دیدم، اون مشکل رو دیدم، تا کی دیگه ها؟ با او بگی کار میکنه. او به یک آدمی بگی که الله اکبر، ما همه بندگان هستیم، همه نیازمند هستیم، نفسمون دستمون نیست، سلامتیمون دستمون نیست، عمرمون دستمون نیست، خیر و شرمون همه دست خدا هست. نه. پس بنابراین حضرت امام حسین علیه السلام در صبر به هیچ کس شکوه ای نکردن، فقط شکوهشون رو نزد خدای مهربان بردن. شما نمیبینید که امام حسین علیه السلام شکوه ای کرده باشن، ارباب صبر بودن. حضرت یعقوب چنان، حضرت یوسف علیه السلام زمانی که در زندان بودن چی گفتن؟ یادتون هست؟ این دو سه سالی که در زندان گذشت، اذکرونی عند ربک، اون به صلاح هم سلولیشون که در زندان باهاشون بود، زمانی که از زندان داشت آزاد میشد، گفتن رفتی از تعبیر خواب، از علم تعبیر خواب فهمیدن. بهش گفتن تو دو مرتبه بر میگردی سر اون موقعیت سابق خودت و کنار پادشاه مصر خواهی بود، بهش بگو که یوسف توی زندان فراموش شده. نه؟ اذکرنی عند ربک، بازم بی صبری شد. به خاطر همین بگی بز اسنی، باز تأخیر شد. حضرت یوسف پیغمبر هست، پدر پیغمبر، پیغمبرزاده، معصوم. اینا گناه نیست ها، اینا ترک اولا هست. اگر شما یه وقتی سفره دلت رو با کسی باز کردی، گناه داره؟ نه، گناه نداره، ترک اولا هست. مثل اینه که به یک نفر میگی بشین، گناه هست بگید بشین؟ نه، اولویت این هست که بگید بفرمایید. نه، حالا اگر نگفتید بفرمایید، گفتید بشینید، اشکالی نداره، ولی بهتر هست که حالا درد دلهایی که انسان در زندگی دارد، خواهر و برادر، با انسانی بگوید اشکالی ندارد، اما بهتر این هست که حافظ آب رخ خود بر در هر سفله مریز، حاجتان به که بر در قاضی حاجات برید. بهتر اون هست که انسان درد دل خودش رو بگه، سفره دل تو باز کن، شب تا صبح شکوه کن، خوبه، ولی به اهلش، به خدای مهربان. حضرت زینب صلوات الله علیها تو کربلا چی گفتن؟ ما رأیت الا، بگید شما، جمیلا، من چیزی جز زیبایی ندیدم. پس اینا ارباب صبرن. از این جهت شما زیارت وارث که میخونید، امام حسین علیه السلام رو وارث محصول همه انبیا میبینید و اینگونه به حضرت سلام میکنید. این بزرگوار در صبر بی‌نظیر بودن. گفتیم خدمت شما بزرگواران، یک شخص در یک روز داغ چهار برادر ببیند، داغ دو تا از فرزندان خودش رو ببیند، داغ داماد خودش رو ببیند، داغ نه نفر از کازنای خودش آل عقیل رو ببیند، حالا اصحاب عزیزش رو بگذارید باشه،
شما تو تاریخ پیدا میکنید یک شخصی مثل ایشون اینگونه صبر داشته باشه و بعدش هم بگه الهی رزم به رضا تسلیما لامرک، خدایا من به رضای تو راضی هستم، من تسلیم امر شما هستم. لما صبر. حضرت سلیمان علیه و علی نبینا الصلوات و السلام، این بزرگوار با اون ملکی که داشتن، با اون قدرتی که داشتن، خب حضرت علی علیه السلام نقل میکنن میفهمن هیچ شبی نبود که حضرت سلیمان بدون استرس بدون مشکل نخوابن، همیشه با یه مشکلی. تعبیر حضرت سلیمان است که میفهمن من هیچ شبی سر بیدرد بر بالین نگذاشتم، در حالی که هیچ کس مثل ایشون حکومت و مکنت در تاریخ بشر نداشته و نخواهد داشت. پس بنابراین خواهر برادر، ما با شما هم در زندگی هامون مشکلاتی داریم. یعنی اگه الان بینی و بین الله یک ضبط صوتی باشه، شروع کنیم به ضبط کردن، اون در رو ببندید بی زحمت، شروع کنیم به ضبط کردن، هر کدوم کسانی که اینجا هستن، همه انسان‌ها یک درد و مشکلاتی دارن، اما بعد بر این درد و مشکلات صبر بکنیم عزیزان. یکی مریضی دارد، یکی عزیزش رفته، یکی کسی فوت شده، یکی مریض سرطانی دارد، ها میبینید هر شب جمعه اینجا عزیزان التماس دعا میگویند. حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرمایند که دنیا اونطور که تو میخواهی نمیشود، اما تو به اون چیزی که برات مقدر شده راضی شو. نهج البلاغه هست، خیلی زیبا حضرت عبارتی دارن میفرمایند که ارز به ما کان لک، او چیزی که حالا آرزو داشتی بشه اتفاق نیفتاد، اما او چیزی که الان هست راضی باش. قانون دنیا این گونه هست خواهر و برادر. پیغمبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خیلی دوستشون یه پسری داشته باشن، پیغمبر رو خیلی بهشون به اصطلاح طعنه میزدن، ابتر میگفتن، نه و در انتها چی شد؟ یک پسری خدا بهشون داد، ابراهیم علیه السلام. چی شد؟ ابراهیم در همون سن نوجوانی از دنیا رفت. حضرت خیلی گریه میکردن. یکی از اصحاب گفت یا رسول الله، خب شما که انقدر ما رو دعوت به صبر میکنید چرا گریه میکنید؟ حضرت فرمودن گریه من گریه شکایت نیست، این از جهت محبتی که به این فرزند داشتم، من راضیم به رضای خدا. پس مشکلات زیاد هست، گاهی اوقات دنیا اونگونه که به کامت میخواد باشه نیست. میبینید یه نفر مثلا 4-5 تا دختر داره، هی دعا میکنه خدای این ششمی پسر بشه، اتفاقا ششمی یک دوقلو دختر میشه. خدمت هست. یا برعکس پسر داره مثلا دعا میکنه، یا مثلا نمیخواد میگه خب الحمدلله بس باز یه دوقلو دیگه، اینجوری. خلاصه کارهای خدا هست انسان. بله دادشون اتفاق افتاد، 4 تا پسر داشت، دعا کردم نذر کردم که یه دختر بهشون بده، آخرش بود یه دوقلو به پسر بهشون داد. بله اینم شاهد حاضر در مجلس. بله پس بنابراین انسان راضی باشه به رضای پروردگار متعال، که این راه اهل البیت علیهم السلام و ائمه اطهار علیهم السلام می باشد. مسئله دیگر عزیزان در باب صبر، یک نکته رو عرض می کنم. یکی از بزرگان عبدالله ابن عامر از اصحاب پیغمبر خدا هست، 7 پسر داشت، نیت هم کرده بود که این 7 پسر خودش رو در راه اسلام بده که به پیغمبر خدا خدمت بکنن، اما قبل از اینکه به آرزوی خودش برسه ها، این 7 پسر در مرض جذام از دنیا رفت. امام حسین علیه السلام بر شهادت همه عزیزان خودشون خیلی صبر میکردن، اما زمانی که پسرشون علی اکبر، دیگه علی اکبر پسر رشید، پسر رشیدشون به شهادت رسید، رفع صوته بالبکا، اینقدر دیگه بلند گریه کردن که صدا به دشمن رسید و یزیدیان شنیدن صدای گریه امام حسین علیه السلام رو، اما به کسی شکایت نکردن. به خدا قسم اگر تمام تاریخ کربلا رو بگردید، ورق به ورقش رو بگردید، میدونید که اولین مورخین تاریخ کربلا اهل سنت هستن. کتاب المقتل مخنفی اولین سند پرایمری سورس هست نسبت به کربلا، مال اهل سنته. ابو مخنف می‌نویسه که هیچ حدیثی، هیچ روایتی از شیعه و سنی نداریم، نه تنها از لشکریان امام حسین علیه السلام یا اهل البیت،
حتی از یزیدیان که امام حسین علیه السلام یک کلام شکایت کرده باشند. اما متاسفانه امروز در جامعه ما میبینین حقیقتا شکایت سر ریز زیاد هست، یعنی به جای شکر شکوه رشو برداشتن با گذاشتن، به جای شکر شکوه زیاد هست. این مصیبتی هست ها، روش انبیاء این نیست، روش امام حسین علیه السلام این نیست. بیایم شاکر باشیم، بیایم شکوه نکنیم غیر از به حضرت دوست. آخرین نکته، وجه اشتراک امام حسین علیه السلام و میراثی که امام حسین علیه السلام از انبیا داشتن و بهتر از همه به نحو احسن اون را انجام دادن، یقین هست. همون گونه که خدای مهربان میفرماند و کانو به آیاتنا، بگید یوقنون، انبیا خدا یقین داشتن. این خیلی مهمه خواهرم برادرم. یقین یعنی چی؟ یقین یعنی این که هیچ چیز خرابی رو شما در عالم نبینید. هرچه از دوست رسد بگی نیکوز، هرچه از دوست رسد نیکوز. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. یک ربایی بابا طاهر عریان گفته، اگر این یک ربایی رو شما قبول داشته باشی، با قلبت قبول داشته باشی، شما پیرو به امام حسین علیه السلام هستی، شما به درجه یقین رسیدی. از درجات ایمان هیچ درجه‌ای بالاتر از یقین نیست. امام حسین علیه السلام به این درجه یقین رسیده بودن. همه مسائل و اتفاقات کربلا رو خیر می‌دیدن، همه اتفاقات رو. عرض کردم خدمت شما زمانی که به عبیدالله گفتن، عبیدالله دیگری بیا به کمکم بکن، من گذشتت رو میدونم به ما وصل شو، ایشون گفت آقا این راه شما راه شکست است، راه کشته شدن هست. حضرت فرمودن نحنو نذهب الی الفجر فی الصبح انشاءالله، ما داریم میریم به سمت پیروزی. کمال یقین، کمال یقین این هست. خواهر برادر، نسبت به اون چی که خدای مهربان برای شما مقدر کرده راضی باشید. و هر اتفاقی که برای انسان میفته، انسان یقین داشته باشه که در اون اتفاق یک خیری، بگید، وجود دارد. امام باقر علیه السلام درباره یقین یاران امام حسین علیه السلام اینگونه میفرمایند: یستقبلون الرماح بصدورهم ولم یجدو علم الحدید. زمانی که شما میرید پیش دکتر، این پزشک به شما میگه که مثلا باید یه آمپولی شما بخورید، شما اگر مطمئن باشید، یقین داشته باشید که این نسخه‌ای که ایشون برای شما گفته درسته و خودش هم آمپولی زدن خوبیه، شما دیگه خودتون رو تحمیلش میدید. آمپولی که میتواند باعث مرگ یک انسان بشه، شما به جان میپذیرید، استقبال میکنید اصلا، درسته یا نه؟ امام باقر علیه السلام میفهمن یاران امام حسین علیه السلام، خب میدونید امام باقر تو کربلا بودن دیگه، امام باقر میفهمن اینها به درجه ای از یقین رسیده بودن که یستقبلون الرماح، نیزه ها رو به سینه های خودشون استقبال میکردن. ولا، قسمت مهمش اینجا هست، ولم یجدو علم الحدید، درد آهن رو توی سینه خودشون احساس نمیکردن. مگه میشه؟ این اوج ایمان هست، اوج یقین هست. چطور ممکنه یک شخصی بره جلوی امام بایستد و خودش رو سپر تیر بکنه؟ تیر، شما میدونید در حدیث داریم، تاریخ هست که این تیرهایی رو که اینها میزدن به مسلم ابن اوسجل، به زهیر ابن غین، در حالی که آقا نماز میخوندن، این تیرها بعضی به زانوش میخورد، به سینهش میخورد، وایستاده بود، به چشمش میخورد، تیر به چشمش خورده وایستاده. یستقبلون الرماح، این تیرهای آهنی سرنیزه ها رو میپذیرن، استقبال میکنن، با آغوش باز ولکام میگن. ولم یجدو علم الحدید، درد آهن رو در درون سینه شون احساس نمیکنند. این چیه؟ این یقین هست.
اوج ایمان هست. زمانی که امام حسین علیه السلام آمدن بر بالین سعید ابن عبدالله 18 تیر خورده. کیه؟ این او آبایی هست که موقع نماز ایستاد تیرها رو به بدن خودش گرفت. خیلی کوشش کرد. 18 تیر خورده ای وایستاده. یه انسان چقدر طاقت داره؟ چند تا تیر؟ 4 تا؟ نهایت خیلی پهلوان باشه، ایمان داشته باشه، 5 تا؟ 8 تا؟ 18 تیر خورده. تا مطمئن نشد که حضرت امام حسین علیه السلام سلامشون رو گفتن نماز تمام شده و الان حضرت میتوانن نیزه‌شون رو یا شمشیرشون رو بگیرن و خودشون از خودشون دفاع بکنن، ایو ایستاده بود. یعنی چی؟ وقتی که مطمئن شد امامش آماده دفاع هست دیگه افتاد روی زمین. ابی عبدالله حسین آمدن روی بالین سعید ابن عبدالله یه جمله گفتن بهش، فرمودن سعید ابن عبدالله رأیتو امامی فی الجنه. الله اکبر، یک امام، یک وارث انبیا خطاب به یک انسان عادی میگوید که سعید ابن عبدالله من تو را قبل از خودم در بهشت میبینم، قبل از حسین، قبل از سید الشهدا یار حسین رفته داخل بهشت. الله اکبر. این جمله از امام حسین علیه السلام است. خوشا به سعادتش. ما به چقدر به یقین رسیدیم خواهر و برادر؟ این مسجد آمدن هامون، این سجده کردن هامون چقدر یقین رو در دل ما زیاد کرده؟ این شرط ساختن اینه دیگه، و الا خدای نکرده اون هدر میره. که حضرت آمدن روی بالین مسلم ابن اوسجه با حبیب ابن مظاهر. مسلم ابن اوسجه یکی دیگه از او کسانی هست که دیگه بالاخره به یقین رسیده. اینا اینقدر یقین داشتن ها. آخ آخ، یک جمله دارن. امام علی علیه السلام کلمه عشق رو بین ائمه اول استفاده کردن. کلمه عشق در قرآن نیست. چرا؟ یه بحث ادبی دارد خدمتتون عرض کردم. یه وقتی حضرت میفرمان که منازل عشاق، این کربلا جای عاشقان است. حضرت علی از نینوا میگذاشتن، این بیابان نینوا، بیابان کربلا رو نگاه کردن، پیشگویی کردن، فرمودن این دشت، این دشت عشاق است. چقدر زیبا هست. شما باید چند تا رفیق پایه داشته باشین، اهل دل، چقدر لذت میبری. حالا تو کربلا همشون محاصره شدن. کیا؟ اهل دل. 72 تا اهل دل به تعبیر خود امام حسین علیه السلام میفرمان که اینی ما رأیت اصحابا ابر ولا اوفا من اصحابی. من هیچ یارانی با وفاتر و صالحتر از یاران خودم در طول تاریخ زندگی بشر نمیبینم. چه کیفی داره اون جمع کربلا؟ اینکه کربلا اینقدر توصیه شده رفتنش همینه دیگه. چه کیفی داره اونجا که همه اهل دل جمع شدن؟ حبیب ابن مظاهر آمده با امام حسین علیه السلام روی بالین مسلم ابن اوسجه. مسلم ابن اوسجه تا جون به لب داشت جنگید. حالا نفسهای آخرشه، خوشا به حالش. امام حسین علیه السلام لحظه جان دادن در بالینش آمد. چقدر قشنگه، چقدر خوبه. اگه به ما که خبر بدن امام حسین علیه السلام میان لحظه جان دادنت به بالینت، من گازرم همین امشب بمیرم. از این چی بهتر؟ خیلی چراغ رو خاموش بکنیم، یه چند کلمه زیارت بارز شب جمعه آخر محرم بخونی، از طرف مادرت بخون، از طرف پدرت بخون. مجلس ها جمع میشه، محرم امسال هم که تموم شد. حبیب ابن مظاهر رو کرد به مسلم ابن مستجه، رفیقشه، پر خون، زخمی به تعبیر امام باقر،
سینه هاشون نیزه های آهنی در سینه ها چجوری نفس میکشه، چجوری نفس مسلم به نوستجه. اگه حرفی داری به هم بگو، میخوای پیغامی ببرم بچه هات خانواده، اگه صحبتی داری بگو، کلام آخرته دیگه. نه خب هر کس او آخر اگه بخواد مثلا بتونه یه نفسی بکشه بود اوضاع زخمی و مجروح و خونین خودش، یه کلم بتونه بگه، به کی میگه؟ به عزیزترینش میگه دیگه. یه وصیت درباره عزیزترین، درباره مهمترین چیزی که بتونه بگه یه کلمه میگه دیگه. چشمای پرخونش رو دو داد، یه نگاهی کرد به رخسار ابا عبدالله الحسین، حسین جان جانم فداد، آقای شب شب جمعه آخر محرم دیگه، یه نگاهی بکن به این مجلس ما. ماه سفر آمد، خیلی در خونت رو زدیم، یا ابا عبدالله الحسین استاد ما هستی، معلم ما هستی، ما که شاگردای خوبی نیستی، یه گوشه چشم خودت بفرما آقا جان، یه نظری بکن ما رو بس. یه نگاهی که مسلم ابن اوسجه به امام حسین علیه السلام، بعد رو کرد به حبیب ابن مظاهر، گفت حبیب ابن مظاهر اوزی که به حاضر رجل، از من وصیت خواستی کلام آخر یه چیزی بگم، حرفم همینه، جون تو جونی یا آقا، تمام، من حرفی ندارم، حالا چی میشه با خانواده من، اونم به لفظ خدایی دارم، وظیفه‌م این اربابش وارث همه انبیا. یا ابو عبدالله، ما هم آرزمون همینه، اون لحظه جان دادن که دیگه هیچ کس به دردمون نمیخوره، هیچ کس نمیتونه کاری بکنه، آقای نظری بکن. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند چه میشود که گوشه چشمی به ما کنند؟ چشم تنت رو ببند، چشم دلت رو باز کن، عرض زیارت میکنیم یه قسمتی از زیارت وارث رو، شب جمعه آخر محرم الحرام، انشاءالله به زودی خود ارباب دعوتتون کنه، برید قبر شش گوشش رو در بغل بگیرید، سرتون رو بذارید اونجا، زیارت وارث رو بخوانید. مولای من، مهر تو را به عالم امکان نمیدهم، این گنج پربهاست من ارزان نمیدهم، آقا جان جان میدهم به شوق وصال تو یا حسین، تا بر سرم قدم ننهی جان نمیدهم، حسین جان حسین. ماشاءالله شب جمعه آخر، حسین از ته دل بگو، آقا میاد لحظه جان دادن انشاءالله. مولای من، ای خاک کربلای تو، مهر نماز من این مهر را به ملک سلیمان نمیدهم، آقا جان یه محرم از عمرمون گذشت، خیلی ممنون
ممنونتیم اجازه دادی، دعوتمون کردی اومدیم زیر خیمه عزای تو نشستیم. خودم رو عرض میکنم من نالایق کجا و نشستن تو جمع عاشقان تو کجا حسین؟ آقا کنار بستر همه یارانشون رفتن، سر همه دوستانشون رو لحظه جان دادن بر دامن گرفتن. اما دلها بسوزه بر حسین غریب و مظلوم، او لحظه جان دادن لحظه آخر، دور و بر رو نگاه میکنند ای صدا میزنند عین حبیب ابن مزاهن، عین مسلم ابن اوسجه. همچی که شمر داره با آقا نزدیک میشه، آقا نگاه میکنن دوستان و عزیزانشون، همه جنازه ها بر خاک افتاده و بی سر، کیه که سر حسین رو بر دامن بگیره؟ کیه که بیاد بر بالین ابی عبدالله لحظه جان دادن غیر از شمر زل جوشن ظالم حسین؟ آرام جانان حسین، رو روانم حسین، آرام جانم حسین، روح روانم. السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، هر گوشه مجلس نشستی رو به قبله، زیارت آخر محرمت رو میخونی با حضور قلب، انشالله زیارتت قبول بشه به نیابت از مادرت پدرت حقدارانت، انشالله به این زیارت آخر، به این سلام شب جمعه آخرمون خود مولا علیک بگوید. السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، السلام علیک یا وارث عیسی روح الله، السلام علیک یا وارث محمد حبیب الله، السلام علیک یا وارث علی امیر المؤمنین، السلام علیک یا وارث فاطمه الزهراء، السلام علیک یا وارث خدیجه الکبری،
السلام عليك يا ثار الله وابن ثار والمتر المودور السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا شفاء يا همه مريضان أما يجيب المضطر إذا دعا هر حاجتی داری اینجا جاش هست اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم خدا در این شب جمعه آخر محرم الحرام با بروی وارث انبیا ابا عبدالله الحسین می خوانیمت استجب دعانا یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم خدا حلال مشکلات همه عالم فرج امام زمانمون معجل بفرما خدا مریضانمون ملتمسین دعا مریضان در مد نظر خواهرمون خانم سلی شفای عاجل مرحمت بفرما خدا اموات جمع حاضرین اموات بانیان خیر بانیان مجلس مادر خواهرمون محبی خدا غریق دریای رحمت بفرما خدا در این شب رحمت در این مجلس مغفرت گناهانمون ببخش و بیامرز خدا از این مجلس سید و شهدا هدیه‌ای به روح مادر پدر والدین جمع حاضرین اموات حقدارانمون هدیه بفرما خدای خواهرها و برادرها جد دارن دست بندگیشون رو در این شب جمعه به درگاهت بلند کردن خدا هر حاجتی دارن تو علام القلوبی با بروی مولانا الحسین حوائج هممون برآورده بخیر بفرما رحم الله لمن یقرأ الفاتحة مع الصلوات بسم الله الرحمن الرحیم همون گونه که استعزار دارید فردا شب هم برادر عزیزمون آقای دکتر قربی تشریف آوردن از واشنگتن انشاءالله اینجا سخنرانی خواهند داشت و در خدمت شما بزرگواران خواهند بود و عجل اللهم فی فرج مولانا شبای آخر محرم انشاءالله کمک خاطرم فراموش نمی کنید انشاءالله صلى الله عليكم يا رسول الله ويا أمير المؤمنين ويا فاطمة